میرسیم به مبحث 3D توی موشن. برای اینکه شما یه سن رو تبدیل به سن 3D بکنید، یه کامپوزیشن 3D داشته باشید، چیکار میتونید بکنید؟ فقط کافی شما اینجا بیاید روی نیو کامرا کلیک بکنید یا بیاید توی آبجکت نیو کامرا. به محض اینکه شما کلیک میکنید روی نیو کامرا، یه باکسی برای شما باز میشه که یه سری لایه 2D شما دارید، میخواید تبدیلشون کنم به 3D. شما میگیم اگه دوست داشتین میگیم بله. و حالا اگه من دوربینم رو بچرخونم، شما میبینید که لایه های من کاملا 3D شدن و توی فضای 3D قرار گرفتن. به طور مثال من میتونم این رادان رو عقب تر بیارم، این امیر رو جلوتر بیارم، دایره ها رو مثلا جابجا بکنم و عقب و جلو بکنم یا هر چیز دیگه. سه تا شورتکات خیلی مهم ما داریم توی موشن. ببخشید قبل اینکه شورتکات ها رو بگم، این نکته رو خدمتتون بگم. اگر شما الان به این لایه ها اینجا نگاه بکنید، از این حالت تبدیل شدن به این آیکون. لایه های 2D ما توی موشن به این شکل مشخص میشن و لایه های 3D که با دوربین واکنششون میدن به این شکل مشخص میشن. پس اگر شما یه کامپوزیشن رو میخواین تبدیل بکنین به یه کامپوزیشن 3D، اگر یه لایه ای داشته باشید که قفل بوده باشه، مثلا من اینجا اجازه بدید برگردم عقب، اگر این لایه هم قفل بود و دوربین جدید ایجاد میکردم، این اتفاق نمیافتاد، از من نمیپرسید. بذارین یه بار ببینیم با هم. دوربین رو بذارید من پاک میکنم و حالا اینجا یک لایه 2D دارم که قفله. الان من اگه دوربین ایجاد بکنم، همونطور که دید سویچ میکنه، اون لایه هایی که میتونن سویچ بشن تبدیل میشن به 3D، ولی اونی که قفله تبدیل نمیشه. پس این نکته رو در نظر داشته باشید که اگر موشن خودش به صورت اتوماتیک این کار رو برای شما نکرد، شما میتونید بیاد با کلیک کردن روش خیلی راحت این لایه ها رو 2D یا 3D بکنید. خب حالا میرسیم به اون شورتکات های خیلی مهم. شما سه تا ابزار دارید برای جابجا کردن صحنه تون. یکی برای اینکه توی صحنه تون بچرخید، یکی برای اینکه توی صحنه تون جابجا بشید و یکی هم برای اینکه زوم و زوم بک بکنید. همین سه تا ابزاری که ما این بالا داریم، دقیقا ما با کلیک کردن و درگ کردن روشون میتونیم بچرخیم، زوم و زوم بک بکنیم و جابجا بشیم. اگر شما F7 رو بزنید و دوربینتون رو انتخاب بکنید، یه سری آپشن هم اینجا داری که دقیقا همین کار رو میکنن، برای زوم و زوم بک، برای جابجا شدن، برای چرخیدن و برای بزرگ و کوچیک کردن دوربین. تمام این آپشن ها رو شما دارید. اگر من الان یه لایه 3D رو انتخاب بکنم، باز همین آپشن ها رو روش دارم. شاید راحت تر باشه که توی صحنه این کار رو انجام بدم، حالا صرفا تا اینکه از اینجا بخوام تغییراش رو ایجاد بکنم. اگرم دوست داشتید میتونید از این طریق این کار رو انجام بدید. در هر صورت هر دو یه کار رو انجام میده. اما شورتکات این سه تا ابزار چی هست؟ اگر شما قبلا کار 3D کرده باشید، حتما دیدید که چقدر حیاتیه با شورتکات جابجا شدن توی صحنه 3D. شما با کامند و رایت کلیک میتونید توی صحنه‌تون بچرخید. با آلت و رایت کلیک میتونید اون رو جابجا بکنید و با آلت و کامند و رایت کلیک زوم و زوم بک بکنید. ما قبلا دیدیم توی شرایط عادی توی موشن میتونیم با آلت کامند و اسپیس زوم یا با آلت و اسپیس ببخشید با کامند و اسپیس زوم این بکنیم، با آلت زوم آوت و با کامند و اسپیس زوم این. اینجا خب با آلت و با کامند و آپشن و رایت کلیک میتونید زوم بک و زوم این انجام بدید. خب این از سه تا شورتکات خیلی مهم ما، طرز تبدیل کردن یه سم به 3D. و حالا توی قسمت‌های بعدی بیشتر به مبحث 3D میپردازیم.